سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اعتراض جامعه جهانی همراه شد و بسیاری از نمایندگان کشورها تالار سخنرانی را ترک کردند. اما همزمان با سفر احمدی نژاد به نیویورک تظاهرات گسترده علیه او برگزار شد و صدها نفر در خیابان‌های اون شهر سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. امشب با روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس مقیم نیویورک در همین رابطه گفتگو می‌کنیم. آقای میر ابراهیمی، به شما سلام می‌کنم و درود می‌فرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. بنده هم خدمت شما آقای مکری عزیز سلام عرض می‌کنم و خدمت بینندگان عزیزتون در خدمتم. آقای میر ابراهیمی، به صورت کلی ارزیابی شما از سخنان محمود احمدی نژاد چیست؟ چگونه گفتار او را توصیف می‌کنید؟ امسال استثنائاً میتونم بگم نسبت حداقل من به جز امسال دو سال گذشته نیست که آقای احمدی نژاد به نیویورک سفر داشتن، این فرصت داشتم که در نیویورک باشم و تا حدود زیادی از در جریان جو اینجا و کلا جو بین‌المللی قرار داشته باشم. امسال میتونم بگم تا حدود زیادی شاید ادبیات ایشون نسبت به سال قبل یکم نرمتر بود، اما حواشی سفر ایشون مثل سالهای قبل پررنگ بود و خب خود سخنرانی هم که دیدید محورهایی که بود، محورهای تقریبا چیز جدیدی نداشت، تکرار همون موازه گذشته بودش و اون موضوع هم که اشاره کردید و ترک سالن توسط بخش وسیع از سران کشورهای مختلف، این هم بود که باستاب نسبتا منفی داشت به یک نوع. و در کنارش همونجوری که شما اشاره کردید، امسال اعتراضات بسیار پررنگتر از سال دو سال گذشته حداقل که من شاهدش بودم بود و اونم خب دلایل خاص دیگه داره که فکر کنم تو سوال دیگه میشه جوابشو داد، ولی در کل محورهای صحبت های احمدی نژاد مقوله جدیدی رو مطرح نکرد و همون موارد قبلی بود، به خصوص اینکه بر فرض مسئله هولوکاست که در سالهای قبل برای سفر به نیویورک بسیار پر سر صدا میشد و محور اعتراضات بسیار از گروه ها بودش، امسال قبل از اینکه ایشون بیاد در سخنرانی روز قدسشون اون موازه رو اعلام کردن و امسال در خود سخنرانی سازمان ملل این مورد به اون شکل مطرح نشد، ولی باز هم در مورد بحث فلسطین و اسرائیل مباحثی مطرح شد. در کل میتونم بگم واکنش ها به این سفر بیشتر حواشی بیشتری داشت و متن صحبت های آقای احمدی نژاد نسبت به قبل چیز جدیدی نداشت. آقای میر ابراهیم، به جنبه بین المللی داستان ابتدا بپردازیم. همین خروج نمایندگان کشورها از تالار سخنرانی به نظر شما چه پیامدی میتونه داشته باشه؟ بازتابش در عرصه بین المللی چیست؟ ببینید، در مجمع عمومی سازمان ملل یک جاییه که به اصطلاح همه رهبران کشورهای دنیا حضور دارن در اونجا و معمولا هم خب کسانی که میخوان سخنرانی بکنن خب از قبل باید وقتی گرفته باشن و این صحبت از این جهت مهمه که اکثر رسانه ها و چشم اکثر به اصطلاح مردم دنیا و افکار عمومی دنیا به این فرصت در سازمان ملل هستش و واکنش هایی که به سخنان رهبران مختلف انجام میشه از یک جهت خیلی مهمه. مثلا شما میتونید در همین سخنرانی امسال مقایسه کنید زمانی که آقای اوباما داشتن سخنرانی میکردن، میزان توجه و حضور سران مختلف و اینکه دنبال این بودن که ببینن آیا اوباما چه میخواد بگه و اونو مقایسه کنید با لحظه‌ای که آیا احمدی نژاد میخواست صحبت کنه و تقریبا برای سالن خالیشون صحبت کرد. این یک نوع میشه گفت واکنش و بی اهمیت دونستن اون کشور و موازش به گونه‌ای که تا حدود زیادی هم به لحاظ دیپلماتیک و بین‌المللی میتونیم بگیم تحقیرآمیز است برای اون کشور که اکثریت کشورها حاضر نمیشن حتی پای صحبت به اصطلاح لیدر اون کشور بشینن و سالن رو ترک میکنن. این یک نوع یک حرکت سیاسی هم هستش و پیامش بیشتر از این است که اون کشورهایی که ترک میکنن موازه اون آدم رو که داره سخنرانی میکنن قبول ندارن و اون خروج از سالن یک اعتراض حداقل است. آقای میر ابراهیمی، محمود احمدی نژاد در بخش‌های دیگر سخنان خودش به دموکراتیک بودن انتخابات در ایران اشاره کرد و تاکید کرد که مردم به ایشون اعتماد کردند و او برگزیده ملت ایران هست در یک انتخابات کاملا آزاد. نظر شما در این رابطه چیست؟ ببینید، آقای احمدی نژاد در دوره قبل وقتی رئیس جمهور شدن در همون کنفرانس اولی که بعد از اعلام اولیه آرا داشتن،
ایشون گفتن که حقوق بشر و دموکراسی دو واژه تهوع‌آور هستش و خب کسی که با همچین تفکری نسبت به دموکراسی و حقوق بشر داره خب مشخصه چه نوع برداشتی داره از این قضیه و اصلا اصولا ایشون در مورد انتخابات آزاد و یا دموکراسی وقتی صحبت میکنه منظورش اون چیزی نیست که در همه دنیا از به نام دموکراسی و به نام حقوق بشر است و به یک نوع ابزارهای اونها یک از تفکر خودش به یک نوع میخواد استفاده کنه برای زیر سوال بردن بعضی از مفاهیمی که حداقل در اکثریت دنیا مورد قبول هستش. انتخابات آزاد و دموکراسی در دنیا به هر حال یه چیزی است که بخش وسیعی از مردم دنیا در غرب و شرق باور دارن بهش و این حداقل به اصطلاح حقوق مردم هستش که بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای احمدی نژاد به یک نوع با این نوع مواضع عملا این مفاهیم رو به سخره گرفته و وقتی ایشون در مورد مثال میزنه که انتخابات ایران رو مثال میزنه، انتخاباتی که حتی در درون خود سیستم بخش وسیع از نیروهایی که درون سیستم وجود دارن در درون حکومت هستن معترض هستن و اون رو سالم نمیدونن رو ایشون مثال میزنه به عنوان یک انتخابات آزاد و ادعاهایی مطرح میکنه که بیشتر مثل اکثریت حرفایی که در طول دوره اول ایشون مطرح شد به یک نوع قلب آمیز و بی مبنا است تا حدود زیادی. این ادعایشون هم در رسانه‌های خارجی میشه گفت یک ادعای پوچه، چون حداقل وقتی افکار عمومی خود اون مردم اون کشوری که ایشون از اونجا اومده این رو قبول ندارن خب مطمئنا نمیتونن در جای دیگر کشور غربی حداقل بیان همچین ادعایی رو مطرح بکنن. بیشتر به یک طنز شبیه هستش و خوشبختانه افکار عمومی کشورهای غربی تا حدود زیادی بعد از بخصوص انتخابات اخیر در جریان خیلی از مسائل قرار گرفتن که میشه گفت این نوع موضع‌گیری های احمد نژاد اونها رو هم شاید به خنده وامی داره و این واقعا باعث تأسفه که ایشون نماینده یک کشور ماست در فعلا در دنیا. آقای میر ابراهیمی، به موضوع تظاهرات گسترده علیه آقای احمدی نژاد بپردازیم. همین حضور معترضین ایرانی یا غیر ایرانی در شهر نیویورک که شما هم اونجا زندگی میکنید چه تأثیری داشته، چه اهمیتی داشته و نظر شما درباره حضور گسترده معترضین چیست؟ امسال نسبت به دو سال قبل که حداقل من اینجا بودم حضور معترضین به شدت پررنگ بوده. خب عواملش هم همونجوری خودتون میدید، اتفاقاتی که در دو سه ماه اخیر در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم انجام شد و سرکوبی که انجام شد به یک نوع دایره مخالفان وضعیت موجود رو گسترش داده و همین باعث شد که ما در دو سه روز اخیر در نیویورک که همزمان با حضور آقای احمدی نژاد بود ما این گستردگی رو ببینیم و بیشتر به اصطلاح به چشم بیاد و میتونم بگم تفاوتش با قبل این بود که شاید اگر دفعات قبل موضوعات ایران و مسائل داخلی ایران در حاشیه قضیه بود، به یک نوع میشه گفت مسائلی مثل هولوکاست یا انرژی هسته‌ای محور بسیاری از این اعتراضات بود، امسال این مسائل و از انتخابات محور اصلی بودش و شهر نیویورک خوشبختانه حداقل میتونم بگم برای اولین بار حداقل در طول سالهایی که من اینجا دارم زندگی میکنم چنین جمعیت ایرانی رو با مشترکات بسیاری دیدیم که حضور داشتن تا بتونن صدای خودشون رو برسونن. دو جنبه داشت، یکی این که به افکار عمومی غربی و افکار عمومی که به اصطلاح شاید یک زمانی به ایران توجهی نداشتن، مسائل ایران توجهی نداشتن، این اعتراضات به افکار عمومی رو به یک نوع توجه میداد به مسائل داخل ایران دوباره، و یک پیام دیگه که شاید مهمتر از پیام اولش باشه اینی که پیام همبستگی بود به حرکتایی که در داخل ایران در انجام میده، به یک نوع ایرانیان خارج از کشور با از فرصت سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک استفاده کردن تا همبستگی خودشون رو با حرکاتی که مردم ایران در داخل ایران با تمام محدودیت‌ها در انجام میدن نشون بدن. این دو جنبه حداقل دستاوردهای این دو سه روز در نیویورک بودی که مطمئناً تاثیرش رو خواهیم دید در آینده.